تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ تصور کن. توانا پادکست. شما شخص شما شنونده این صدا، تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ به نام زن زندگی آزادی. درود بر آزاداندیشان و نیکان. من ماه منیر رحیمی هستم و همراه همکاران در آموزشکده توانا یک رشته پادکست پیشکشتان میکنم با عنوان تصور کن. پادکست 17 تصور کن دادخواهان. در داد بر دادخواهان مبند، ز سوگند مگذر نگهدار پند. فردوسی. داد هم فعل دهش و پرداختن است، هم فریاد و فغان، هم عدل و قسط و هم طبق واژه‌نامه دهخدا معنای قانون و حق دارد. داد چیزی را دادن یعنی حق چیزی را چنان که باید ادا کردن. به داد کسی رسیدن یعنی چنان که سزاوار انصاف است رفتار کردن. به این ترتیب ترکیباتی که در دوره رضاشاه پهلوی برای مفاهیم و اصطلاحات حقوقی در دستگاه قضاوت مدرن شده آن روز ابداع یا بکار گرفته شد، به تشخیص زبانشناسان و اهل دانش دقیق و حساب شده بود. از جمله دادگستری، دادستانی، دادستان، دادگری، دادگر، دادخواست، دادخواه و دادخواهی که یعنی شکوایی به دادگاه بردن و طلب عدل کردن. اما ای داد از بیدادهای 44 سال ظلم پس از 1357 ایران که 4 نسل را در هم سوزاند. سند این سخن شمار بیشمار شکایت‌های رسمی است که داخل سیستم قضایی حکومت اسلامی مطرح یا بایگانی گشته یا پرونده‌هایی که خارج ایران ثبت شده. تعداد سکوت‌ها هنگام ستم‌ها را نیز بر همه اینها بیفزاییم. تقریباً تمام 16 پادکست پیشین تصور کن در هر یک به شکلی از ستمهای نظاممند حکومت اسلامی اشاره هایی کردیم. به ویژه آن بیدادها که طی جنبش زن زندگی آزادی بر جوانان رفت و دادهایی که هنوز بلند است. از قتل زنده یاد مهسا جینا امینی شروع کردیم تا رسیدیم به چشمهایی که جمهوری اسلامی کور کرد. امروز اما دقایقی از دادخواهان بگوییم و بشنویم، از آنها که همچنان شکایات قانونی در دست دارند علیه نقض حقوق اساسی انسانی.
اساساً شکایت رسمی به مراجع قضایی زمانی معنا دارد که قوای سگانه هم یکی از دیگری مستقل باشد و هم دارای قدرت استقلال از رأی یک نفر، کسی که در رأس همه امور کشوری قرار گرفته. عنوانش پیشوا باشد یا رهبر، زمانی که التزام عملی به نظر ولی مطلق فقیه حتی در قوانین شرط کار قضاوت شمرده می شود، اگر خود مقامات متشاکی باشند، شاکی به کجا شکایت برد؟ وقتی وکلا هم اگر مطابق میل مصلحت نظام کار نکنند، پروانه وکالتشان باطل گشته یا خودشان حبس می شوند، چه باید کرد؟ از زیر فشار انفرادی و زیرزمین و شکنجه هایی که خلاص شدم، هم که رسید به زندان فوراً به مراجع مختلف قضایی نامه نوشتم و شکایت کردم و داد زدم که من قاتل جانی نیستم. درخواست دادم ببرنم پزشکی قانونی. با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک توی این پرونده لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنوه. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون میگردن. غیر قابل جبران بودن وضعیت بسیاری از پرونده های باز یا بسته نقض حقوق بشر در دادگستری و دادستانی و دادگاه های انقلاب اسلامی است. به علاوه شکایات اغلب خانواده های داخل ایران به دلایل امنیتی شنیده یا جایی ثبت نشده. افزون بران ماجرای تک تک آدم های دادخواه چگونه می توانست رو راست منتشر شود در مطبوعات زیر نظارت مستقیم وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه یا نمایندگان رهبری؟ روایت گاز اشکاور و ساچمه و باتوم خورده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته در خیابان یا زندان، کشته شده ها، دستگیر شده ها، توقیف های سیاسی رسانه‌ای، شلاق خورده ها، اعدام شده ها و بازماندگانشان کجا کامل مکتوب شده؟ از یک سو سانسور نظاممند طی همین 4 دهه اخیر کشور نمی گذاشت و نگذاشت مردم به وسیله رسانه های داخلی از وجود چنین پرونده هایی مطلع شوند. ریاست سازمان عریض و طویل صدا و سیمای حکومتی طبق قانون اساسی به دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌گردد. در این نهاد بودجه کلان کشوری ملی بابت میل ولی فقیه صرف تبلیغات یک ایدئولوژی خاص می‌شود. لذا در غیاب شرح صادقانه وقایع، رویدادها را هر جا بخواهند پرواضح حتی وارونه جلوه می‌دهند. مثل حکایت کشتنها، برای هر قتلی قصه ای تعریف کردند، اما خانواده ها و شاهدان شهادت دادند که هم مقامات و هم تریبون هاشان دروغ می گویند. به عنوان مشتی نمونه خروار، صدای ویدیوی کوتاهی را بشنویم که گویا از کنترل مقامات خارج شده و در اینترنت منتشر گشته. مجری این برنامه شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی در میان نشسته، اصطلاحاً برای مناظره و شنیدن صدای هر دو طرف درباره اعتراضات مردمی سال 1396. دیماه همان سال خود خبرنگار آن دو مهمان را در پخش زنده چنین معرفی می‌کند. اما مهمانان امشب برنامه زاویه، جناب آقای دکتر حسن محدثی گیلوایی، استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، و عزیز دیگر جناب آقای دکتر هادی صادقی، معاون محترم قوه قضاییه و استاد دانشگاه. ما برای اولین بار بعد از 6 سال در زاویه، ظاهراً اولین باری که توفیق داشتیم که در خدمت آقای دکتر صادقی باشیم و به خودمون میبالیم که ایشون دعوت ما رو اجابت کردن و به برنامه اومدن با همه اشتغالات علمی و اجرایی که داشتن. ما امروز مشاهده کننده دو جریان هستیم، یک جریان کوچک و ضعیف و بسیار حقیر اما سازماندهی شده که اختشاشات چند روز گذشته رو پیگیری کرده و
ایجاد کرده و یک جریان وسیع و دریاگونه و اقیانوسگونه مردمی است که امروز مشاهده کردیم، البته روزهای پیش هم در شهرهای دیگر دیدیم این جریان. خب من میخوام نکته ای رو اشاره بکنم، چون بار چهارم هست که در این برنامه شرکت میکنم در برنامه زاویه، و البته هر بار که در این برنامه شرکت میکنم از سوی دانشجویان و از سوی همکارانم مؤاخذه میشم که چرا در یک دستگاه غیر مردمی و عرض کنم دستگاهی که انگار رسالتش تولید دروغ هست شما شرکت میکنید. من ناچارم که توضیح بدم. اینجا شما هم که غیر مردمی بودن و دروغ قراکنیش رو اعتقاد نداریم. من اتفاقا معتقدم که صدا و سیما در قلمروی به خصوص در قلمروی سیاسی به طور سیستماتیک دروغ میگه، و عرض کنم که من چندین سال است که در حوزه دروغگویی دارم کار میکنم، اشکال دروغگویی رو میشناسم و مطالعه کردم. حالا تو این یه ادعای خیلی بزرگه، الان هم فرصت نیست که اینو بررسی بکنیم. میشه با تحقیقات تجربی با رجوع به نخبگان جامعه این رو در واقع به طور تجربی مطالعه کرد و آرای نخبگان و صاحب نظران و حتی آرای خود مردم رو گرفت و بر اساس مطالعات تجربی در واقع بحث کرد. البته من یه اختلالاتی هست، مثلا دروغ‌هایی بالاخره یه وقتایی اتفاق میفته، مثل هر آدمی ممکنه این کارو ازش سر بزنه، حالا شاید بشه پذیرفت، ولی اینکه سیستمی این یه ادعایی که باید حالا بعدا گفته بشه. بیش از این است. در واقع صدا و سیما اساساً رویدادهای به خصوص سیاسی و خبری رو به جای اینکه در واقع گزارش بکنه و خبر بده، در واقع اون رو تبدیل میکنه به تبلیغات سیاسی بر مبنای یک دستگاه فکری خاص که در واقع از یک جناح خاص در واقع حمایت میشه. بنابراین عرض کردم که حتی صدا و سیما بارها صدای خود منتخب ملت رو هم عرض کردم که تحریف کرده یا عرض کنم حذف کرده و کاملا پخش نکرده یا دست کم به موقع پخش نکرده. وقتی که در واقع این رسانه که به ظاهر رسانه ملی هست، مقامات منتخب کشور نمیتونن اونطور که باید ازش استفاده بکنن، اون وقت صدای کسانی که بی صدا هستن در درون جامعه چگونه میتونیم انتظار داشته باشیم که اونا صدا داشته باشن در این رسانه؟ عرض کنم که شما وقتی که گزارش های مربوط به رویدادهای سیاسی رو تبدیل میکنی به تبلیغات سیاسی، تبلیغات ماهیتا همراه هست با دروغ، ذاتا تبلیغات آکنده از دروغ هست. اما از سوی دیگر خارج ایران و در فضای آزاد، خبرنگاران بیرون کشور که همیشه به شواهد درجه اول دسترسی ندارند، چون اولا خانواده همه شاکیان نتوانستند میهنشان را ترک کنند، در ثانی شماری از آنها که مهاجرت میکنند نمیخواهند در معرض اخبار و ادامه اضطراب‌های داخلی قرار گیرند. گرچه تعداد معدودی زندانی که هنگام مرخصی یا بعد از سپری کردن دوره محکومیت از کشورشان می‌گریزند، خود شاهدان زنده هستند که شهادتشان محکمه پذیر است. شماری از آنها حتی اسنادی را از زندان‌ها ارائه دادند که شکنجه‌ها را تایید می‌کند. بنیادهای غیر انتفاعی مدافع حقوق بشر یا نشریات قابل اعتماد اینترنتی یا پایگاه‌ها و رادیو تلویزیون‌های معتبر و نیز شبکه‌های اجتماعی تاکنون موارد متعددی را ضبط و حفظ کردند. برخی از پرونده‌ها حتی برای رسیدگی در دادگاه‌های بین‌المللی تنظیم یا به مراجع قضایی مربوط ارسال گشته، مثل پرونده دادخواهی در دیوان کیفری بین المللی که از طرف خانواده های جان باختگان پرواز 752 هواپیمای مسافربری اوکراینی مطرح شده است. در مثال دیگر حقوقدان‌ها می‌گویند مصدومان اعتراضات می‌توانند از مجامع بین‌المللی حقوقی دادخواهی کنند، چون شلیک مأموران خصمانه، هدفمند، سیستماتیک، عالماً و آمدن بوده، به خصوص به چهره و ارگان‌های جنسی و تناسلی مردان و زنان جوان
یعنی قطع ادامه زندگی، زنانگی و زیبایی از اهداف خاص حاکمان قرار گرفته. دست کم تکنولوژی ارتباطات در جهان گردش آزاد اطلاعات، مدارک بخشی از شکنجه‌ها، تجاوزها، آزارهای جنسی، بازجویی‌های جسمی، بازرسی‌های برهنه، تفتیش‌های عقیدتی، اعترافگیری‌های اجباری تا حتی بعضی به خودکشی کشاندن‌ها را در دسترس عموم گذاشته است. اما همچنان تصور کن پسر یا دختر نوجوانی را که در زندان برهنه کردند برای تجسس بدنی یا هنگام بازجویی یا صرفاً به قصد تحقیر و آزار. ماموران یا بازپرسان امنیتی به او توهین و تعرض نمودند، ولی او در حبس یا حتی بعد آن هم نمیتواند دم یا داد بزند و دادخواهی کند. از جمله به خاطر ترس ها و تبعات تروماهای روحی یا به دلایل دیگر روانشناختی یا خانوادگی یا اجتماعی یا امنیتی، به هر سبب نمی خواهد بیش از آن زیر فشار روانی حکومتی یا برخی عوام قرار گیرد. البته در مواردی وقتی خبر سراسری گشت، دادخواهان مردمی نیز سکوت را شکستند که منجر شد به اعتراضات پیوسته، مثل تجاوز یک فرمانده بلندپایه انتظامی به یک دختر نوجوان بلوچ، موازی با تراژدی قتل مهسا ژینا امینی مهمان کردستان در تهران که به گوش جهان رسید. به دادخواهی های قضایی برگردیم. دادخواهان آن دسته از خانواده ها یا آسیب دیده هایی بودند و هستند که از همان زمستان 1357 ساکت ننشستند. همچون برخی بازمانده های اعدام ها و کشته شده ها، بعضی شاکیان اموال تصرف شده و شماری از محبوسان شاکی نسبت به ضایع شدن حقوق قانونیشان، از حبس شدن در سلول انفرادی و شکنجه و اقرارگیری و رفتارهای ضد کرامت بشری که زندانبان ها با آنها داشتند یا دارند، تا مضایقه های درمانی و مضیقه بهداشت ضروری و نبود امکانات اولیه زندگی در زندان‌ها، مثل دسترسی آزاد به کتاب و ورزش. برای یافتن مدارک موجود در دادخواهی‌های دهه‌های اخیر، کنار مطالعه کتاب‌ها، اسناد و سایت‌های حقوقی و خبرگزاری‌های معتبر، جستجوی کلمات کلیدی یا این هشتگ‌ها را نیز به ویژه در شبکه‌های اجتماعی توصیه می‌کنم. مادران دادخواه، دادخواهی، مادران ایران، سرکوب دادخواهان، به جرم دادخواهی، به جرم مادری، همه با هم هستیم، زمین گرده، نفراموش میکنیم، نمی بخشیم، یادمون نمیره و علیه فراموشی. دادخواهی مردم ایران زنده است، نمی بخشیم، نفراموش میکنیم. مادران دادخواه نه تنها مادران، بلکه مجموعه بازماندگانی هستند که فرزندانشان از اول حکومت اسلامی در ایران به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند. از جمله مادران خاوران که عزیزانشان را در اعدامهای عقیدتی سیاسی دهه 60 از دست دادند. خانواده کشته شدگان در جریان جنبش سبز سال 1388، مشهور به مادران پارک لاله، مادرانی که طی سرکوب اعتراضات دی 96، اعتراضات آبان 98، خیزش 1401 ایران، پاره های تن خود را از کف دادند و همچنین خیشان 176 نفری که جان باختند در سقوط هواپیمای حدوداً پر از مسافران ایرانی به خاطر شلیک مستقیم و عمدی پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. صدای مادران دادخواه اغلب از زمان فریادهای دادخواهانه مادران خاوران رساتر شد.
جمعی از مادران و همسران و خواهران و برادرانی که نگذاشتند یاد فرزندانشان به فراموشی سپرده شود زیر خاک آرامستان خاوران یا در بخش 41 معروف به قطعه سوخته بهشت زهرای تهران یا در اقصا نقاط نامعلوم دیگر کشور. سپس بازماندگان دیگر هم به دادخواهان پیوستند. چند نمونه پرآوازه آنها مادر سعید زینالی، دانشجوی مفقود در واقعه کوی دانشگاه تهران، مادر مصطفی کریم بیگی، کشته شده در اعتراضات 88، مادر بهنام محجوبی درویش، مادر محمد طاهری، مادر ابراهیم کتابدار و مادر پویا بختیاری که از کشته شده های اعتراضات آبان 98 هستند. و نیز گوهر عشقی، مادر سراسر سیاه پوش گیسو سفید شده‌ای که آسایش را در سر قاتلان پسرش آشفته است. ستار بهشتی وبلاگ نویسی بود که آبان 1391 بر اثر شکنجه و به دلیل خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه هنگام حبس کشته شد. خانم عشقی که به نوعی نماد استواری همه مادران دادخواه معاصر ایرانی شناخته شده، علیه فراموشی تا همکنون بیوقف کوشیده قاتل یا قاتلان فرزندانش را به محاکمه بکشاند. من به خامنه‌ای گفتم خون جوانا طغیان میکنه، نابود میشی، انشالله که نابود بشی، سرنگون بشی. هر وقت جمهوری اسلامی نابود بشه برای دختران، پسران کتیت میپزن. مرگ بر خامنه‌ای. هرچند خود دادخواهان هم بارها احضار و حبس شده اند، تا کنون از گرد هم جمع شدن و دادخواهی باز نایستاده اند. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، در مصاحبه‌ای به ایران وایر گفته است: ما مادران داغدار با این درد مشترک درک بهتری از همدیگر داریم. ما مثل یک انجمن هستیم، یک گروه مشترک که در دادخواهی هم صداییم. دادخواهی صدای تظلم خواهی است، همان واقعه‌ای که سالها ادامه پیدا کرده است. این درد مشترک به مادران داغدار تحمیل شده است. ما خواستار محاکمه عادلانه مسببان این داغ هستیم. اینا رو کی کشته؟ جواب اینا رو بدید. مردم شما نگاه کنید. اونا که میخوان رأی بدن. فقط به این جوانا نگاه کنید. به این مادرها هم نگاه کنید. سوز فراق جگرگوشه جای خود، اعضای خانواده های داغدار به شیوه های دیگر نیز تحت فشار قرار می گیرند. در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از آنها مصاحبه ها و اقرارهای اجباری گرفته می شود و در عوض از آنها می خواهند با رسانه های دیگر حرفی نزنند، وگرنه به دادگاه کشانده شده یا بدون محاکمه هر یک به نحوی توبیخ و تنبیه می شوند. مادران ابراهیم کتابدار، پژمان قلی‌پور، فرهاد مجدم، سجاد رضایی، میلاد محققی، وحید دامور و خواهر حمید رسولی چندین بار بازداشت شدند، همچنان که اجحاف‌های روحی و جانی و مالی دیگر بر آنها وارد می‌آورند. در همین تازه‌ترین خبرهای بهار 1402 داریم ماه منیر مولایی، مادر کیان پیرفلک، دوباره عزادار شد. هنگام برگزاری جشن تولد 10 سالگی در مزار این کودک کشته شده در دوره اعتراضات 1401، ماموران با بازماندگان درگیر شدند و پویا مولای راد، پسر عموی او را تیر زدند و کشتند. پدر محسن شکاری، معترض اعدام شده، از حمله به خود خبر داد. شماری دیگر از دادخواهان که در سقز بر سر مزار زنده یاد مهسا جمع شده بودند، موقع برگشت بازداشت شدند. چرا؟ چون مانع از دید بیرون رفتن آرامستان ژینا می شوند و نمی گذارند قتلها به فراموشی سپرده گردد. فرهاد مجدم از معترضان آبان 98 کشته شد و چندی بعد مادرش
صدیق تورانی در تصادف رانندگی جانش را از دست داد. هنگامی که برای همراهی دادخواهان دیگر به سمت قزوین می رفت تا در دادگاه منوچهر بختیاری پدر پویا حاضر باشد. سازمان عفو بین الملل در گزارشی 48 صفحه‌ای اسنادی از شکنجه اعمال شده علیه وحید و حبیب افکاری را در زندان منتشر کرده است. از خانواده نوید اعدام شده در جریان اعتراضات 97 شیراز، الهام خواهرش، حسین پدرش، وحید، حبیب و سعید همه در زمانهای مختلف بازداشت، وادار به بدگویی علیه همدیگر، تحمل حبسهای انفرادی یا زندان طولانی شدند. چرا؟ پسرخاله مجید کاظمی معترض اخیراً اعدام شده توییت کرده که حقوق بازنشستگی پدر مجید را قطع، خواهرش را از کار اخراج و دو برادرش را هم بازداشت کردند. پسر عموی سمکو مولودی معترض کشته شده بازداشت شد. و روزی نیست که نشنویم سنگ قبر یکی دیگر از معترضان کشته شده نشکسته باشد. چرا؟ یعنی آنچه اقتدار نظام مقدس اسلامی خوانده می شود از سنگ بی زبان مزار هم می ترسد؟ بله، چون تاریخ تیره ای از یک دوره تاریک ایران بران سنگ ها حک شده است. واژه‌های هم معنای دادخواهی با هشتگ‌های مربوط که بالا شمردم در رسانه‌های اجتماعی نیز فراگیر شد. اما اصل دادخواهی نه تنها خواست خانواده‌های کشته شده هاست، بلکه حق و مطالبه همه کسانی است که حکومت اسلامی مستقیماً عزیزانشان را به قتل رسانده یا هر یک را به نحوی زجر داده است. از مادران مقتولان به نام ناموس گرفته تا فرزندانی که هر کدام به نوعی قربانی انواع تبعیض‌ها هستند در قوانین جاری جمهوری اسلامی و جلای وطن کرده های دیگر صرفاً به خاطر داشتن عقیده غیر خودی و انتقاد از حاکمیت ولایت مطلقه فقیه شیعی. شاید کمترین رنج مهاجرت مجبوری و ترک عزیزان است. حتی من روزنامه نگار زنده نیز دادخواهم، چون فقط به جرم کمک به اطلاع رسانی ناچارم دور از مام میهن و خیشان خونی بمانم. صحبت از داد به محکمه منصفانه بردن است، اما و هزار اما که قوه عدلیه حکومت اسلامی آن همه بیدادهای جانی و حرمتی و معنوی و مادی طی 44 سال را و تمام ویرانی های ایران را نادید گرفته، بیرون آمدن موی زنان را جرم انگاری کرده است. بلکه بیشتر، دبیر کمیسیون قضایی حقوقی مجلس در همین خرداد 1402 طی یک برنامه تلویزیونی گفت اساساً در بحث اجرا بنده حتی معتقدم با وجود اینکه همون مرحله اول را جرم بیانگاریم، باز هم میشود با وجود جرم انگاری از همین روش سریع و سیر و روش ثبت تخلف و جریمه استفاده کرد. یعنی بله، نسبت به اینکه این مراحل اینقدر طولانی باشه و بخواد طرفی که هنجار شکنی میکنه و گستاخی میکنه یقین بدانید اون 15 درصد در اولین موردی که یک برخوردی شد حساب کار دستشون میاد. جنس برخوردی که شما تو ذهنتونه چیه؟ همین ببینید، اولا اگه پول سنگین تری بگیریم جنسش چیه؟ قطعاً پول، قطعاً جریمه نقدی سنگین تر باید باشه. یعنی تو بعضی از جرمای برهنگی دستش، پس شما هم تهش میرسیم به پول گرفتن. یعنی آیا اون ماجرا که ما این تخلف شرعی نه ببینید، قطعاً مجازات های دیگری هم هست. یعنی هم تو خود شرع مقدس هم تو قانون مجازات اسلامی شلاق ما داریم در بحث محرومیت.
قربانی گیرنده ها و قربانی کننده ها یک طرف، قربانی ها و خانواده هاشان و دادخواهی ها هم جای خود. شخص شما چه فکر می کنید؟ عباراتی انتزاعی و ابداعی مثل مصلحت نظام مقدس آیا توجیهگر انجام هر جنایتی علیه آدم های زنده زمینی هست؟ این میان به قول مردم خاکستری های ساکت می توانند چه سهمی در زدودن یا کاهش رفتارهای ضد بشری داشته باشند؟ چه در ستمی که به دیگران، به خودشان، به سرزمین مادری و اجدادی و فرزندانشان رفته و چه در آبادی و آزادی آینده چه مسئولیتی خواهند داشت؟ در پادکست پایانی برای جمع‌بندی 18 تصور کن راجع به شغل روحانیان و منبع درآمدشان نکاتی گرد خواهم آورد. دل از بند بیهوده آزاد کن، ستمگر نی، داد کن، داد کن، نظامی. حالا نوبت شماست. تخیل کن می توانی آزادی و آبادی را تصور کنی.